معروف به رعیت است، اما زندگیش شاهانه. این تصاویر باغ ویلاهایی است که خشتهایش را با رانت بنا کرده. پرونده‌اش پر است از وام‌های بدون بازگشت. طی 2 دهه 300 میلیون دلار از بانک‌ها برای راه اندازی کارخانه فولاد ازنا، اردستان و لوح فشرده پارس وام می‌گیرد، اما بعد از 20 سال نه کارخانه‌ای تأسیس و نه چرخی برای صنعت کشور می‌چرخد. به بهانه ورود فولاد 64 میلیون یورو از بانک صادرات گرگان وام دریافت می‌کند، اما اکثر مواد اولیه به ایران نمی‌آید. 3 سال پیش زمانی که بازار تشنه ارز بود تعهد می‌دهد با 40 میلیون دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی وارد کند، اما برخی کالاها هنوز به ایران نیامده. سال 87 که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی شد، برای استفاده از رانت شیوه‌های خود را تغییر داد. استفاده از سربرگ‌ها و مهرهای جعلی. این صدای خودش است که میگوید دارایی را به نام دیگران میزند. هیچ وقت مدیر عامل هیچ جا نبودم تو زندگی. الان تو ایران هیچ آدم هیچ ملکی به اسم من نیست. این روشمه و این راضیم. بگو یه مدل بارفادری هست. برای تأسیس شرکت‌های سوری از هویت کارمندان و حتی کارکنان خدماتی خود استفاده می‌کند. یکی از همین مامورای بانک بود، آوردن یه سری برگه‌های آچار، گذاشتن این بندگان خدا، گفتن آقا تونتون امضا کنین که نفر بعدم بیاد. این زن یکی از کسانی است که نمی‌دانست به نامش شرکت تأسیس شده و بدهی میلیاردی بر دوشش گذاشته شده. خبر داری از این شرکت تشکیل دادن به شما؟ یا این خانواده. اسم شما شرکت تشکیل دادن، به اسم شما داشتن وام گرفتن، ۱۵ میلیارد تومان. ابر بدهکار بانکی که بدهی هایش را بر دوش فقیرترین آدم ها گذاشت. دقیقاً زمانی که بیشترین بدهی را به بانک ها داشت، این بزرگترین باغ و ویلا را در بهترین مکان ها برای خودش می ساخت. یک باغ با نادرترین گونه های گیاهی و جانوری. خیلی باحال. اینجا دور همیش برای فریب و ارتباط گیری با متنفذین و بانکداران بود. او از خلاهای قانونی بهره برداری و برای دور زدن نهادهای نظارتی دولتی و قضایی رایزنی میکرد. ختن رعیت شبکه‌ای از فساد و رانت را با افرادی مثل اکبر طبری و مهدی جهانگیری شکل داده بود. اما دیگر وصل شدن به این جناح و آن جناح و چهره سازی از خودش کارساز نبود. اراده قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی او را به اینجا کشاند. ما با یک شبکه مواجهیم. شبکه فسادی که در این پرونده کلکسیونی از جرائم را رقم زدند. صحبت‌های او هم البته شبیه سایر مفسدین اقتصادی بود. یعنی اگه خونه رو می‌خواست بهش می‌دادم راحت. با شناسایی او توسط اطلاعات سپاه، اموال او حالا توقیف و در مسیر بازگشت به بیت المال قرار گرفت. 400 میلیون دلار. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا بست.